درود به همگی گایز، به چنل پوریا پورتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. و سرانجام ویدیو در مورد خفن ترین شعبده بازی ها. آیا شما به جادوی سیاه اعتقاد دارید؟ من اعتقاد دارم شدید، حتی بلدم هستم. اوکی بخندید، فکر کنین دروغ میگم، من بلدم، خیلی جادوی سیاه رو دوست دارم، ولی اینا جادوی سیاه نیست، اینا جادوی خیلی سبز. خفن ترین شعبده بازی هایی که میکنن یه سری انسان ها رو زمین. من شعبده باز فیوریتم یا مورد علاقه ام کریس انجلو کیادش، خیلی خدا بود، یعنی واقعا تو دوره خودش با اینکه همه چیزاش فیک بود ولی واقعا خیلی شعبده باز خفنی بود. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، ساباتون نریزه و اینکه سابسکرایب کنید. راو تو 313K به کمک هم میتونیم. لتس گو، ویدیو زیبایی رو داشته بوده هستید، ببینید. خب باید شروع میکنیم با یک کچل مراکشی. لیتس گو. من عمرن کسی نمیتونه پرواز کنم با شعبده بازی، فقط با جادو میشم. وای بالاش نه نخه نه هلیکوپتر، آخه با چه روشی؟ کریس انجل هم توی یکی از ویدیوهاش پرواز میکرد ولی بعدها لو رفت، کلا سناریو بوده، یعنی تمام 1000 نفری که تو اونجا بودن در اصل بازیگراش بودن. من مطمئنم حالا این مراکشی بچه‌ها خیلی معروفه، ویدیو بیشتری ازش میذارم ببینید، ولی اینم دروغ میگه، پروازو نمیشه کرد، پرواز فقط از طریق مغزه. با شعبده بازی مردمو گول نزنید، کثافت. خب 3 لیمو داریم، لیوان اول، لیوان دوم، لیوان سوم. لیمو اول رفت تو لیوان دوم، گوه خوردی، سرش سوراخ بود. این جمله که بده، ته سر همه سوراخه. آه نه، یعنی ته لیوان سوراخ بود، مطمئنم. خب دوباره میره تو این، سرش سوراخه، مطمئنم. سرش خب 3 تا شد. حالا کجای سوراخ بود؟ یه لیوان از زیر برد، به خدا زیر اون لیوانی که از زیر برد توش چیزی بود. خر خودتی، من فهمیدم. الان ببین یه میوه دیگه در میاد، انبه در میاد مثلا، چون اون لیوانی که از زیر برد توش پر کرده بود. فکر نکن خریم ما. آه بیا موچه تو گرفتم. آجی اینو دیگه موچهشو نگرفتی، پرتقال هم کجا اومد؟ این چه سوراخ گشادی بود، نمیشه دیگه. آقا نه زایه شدم، چون واقعا ولی اول توت فرنگی تو اون لیوانه بود ولی پرتقال رو دیگه نمیدونم از کجا اومد. چه ماتی که براقی زده. وای دیدید، خودکار رو مداد کرد، دوباره مداد رو خودکار کرد. خب تو دهنت بود، چون دخترها چیز داره انعطاف لپاشون بالاست، تو دهنش بود، به خدا تو دهنش بود. پرو وای چی جوری دیدید، اصلا حرفی ندارم. نیکس خیلی سخته، با یه دست، البته همش پشتم. پشمام یه جو اوسط باز آس اومد با یه دست. وای چه بوریه، چیکام اومد. من شعبده بازی نمیتونم ببینم، اذیت میشم، کاری که نتونم بکنم اذیتم میکنم. بابا تو یوبسی، یعنی خیلی حرفه‌ای. باز پشت همه، نمیشه آخه، مگه میشه؟ من باید امتحان کنم. خب بچه این پاسور ماست، اون با یه دست رفت، منم با یه دست میرم. ببخشید یه دست دوم یه دخالت میدم، نمیشه آقا، خیلی اصلا امکان نداره. چی جوری با یه دست رفت؟ اصلا نمیشه. لیوانه یا دست تبره؟ خب میخواد چیکار کنه؟
یکی شد. یکی شد. این کارو امتحان میکنیم بچه‌ها، نخندید به میبینید الان دو تاست، نها کنید الان، یعنی دو تانی زیاده، میاری بالا. یکی شد. I have a talent. میگه یه دونه شو برد، میگه به دوربین نشون بده. Okay. آسه پیکه. میگه بدش به من. میگه این کارت آسه پیک بود. میگه آره همین بود. دستتو بده به جلو. میگه دستتو بذار روش. من واسه کسی که میگه به دست تمرکز کن. عجیبه بچه ها، این کچله خیلی معروفه، بعد همه پستاشو بیشتر تو فیسبوک میذاره، کلی طرفدار داره، اسمش ایماد ماجیشینه. اینجا آیدی اینستاگرامشو میذارم، اگه دوست دارید ویدیو ازش بیشتری ببینید برید تو اینستاگرامش، تو فیسبوک معروفه، فکر کنم بالای 4 میلیون دنبال کننده تو فیسبوک. میدونی یعنی چی دنبال کننده تو فیسبوک؟ میدونی یعنی چی 4 میلیون؟ خیلیه. میگه الان بهت نشون میدم چقدر انرژیم زیاده. خندش فیک نبود؟ به نظر من خنده اون بازیگر بود، چون خیلی خندش فیک بود. اگه اینا جرئت دارن بیان روی مجلس عمومی وسط پابلیک یه جای عمومی این کار رو کنن، چون اصلا تابلو بود یارو باشه. چه دختر نازی. میگه بیا شیشه هست با پشمام. برو عزیزم برو. آی قربونه اون دماغت برم من، آسفالت شد. ببینید من نمیخوام فاز گو بگیرم الکی بگم کاراشون بده، نه واقعا این خیلی حرفه‌ایه و اون موقعی که این شخص این کارا رو میکرده کسی نمیدونست شعبده بازی چیه، ولی اینا ادیت دیگه، تابلو خدا که دیگه نیستی. لحظه که تو بری شیشه نسبت به شیشه است. بعد به نظر من بنویسید و خیلی دوست دارم بدونم خفن ترین شعبده باز دنیا بجز کریس انجل کیه، حتما تو کامنت بنویسید، میخوام دنبال کنم چون دارم علاقه مند میشم به شعبده بازی. یهو دیدی ویدیو بذارم واقعا شعبده بازی کنم، جدی دارم بهتون میگم، در این حد مثلا بیام بهتون این کارت نشون بدم بگم بلکه دستمو اینجوری کنم شه هشت. تابلو تر از من نمیشه. خب یه خانوم محترم داریم با یه آقای کجل. نوشابه خالی نشود. چه هواییه اینجا، برف آجی. مرز چقدر میخندی. اینو نمیتونم، هیچ ثابتی ندارم، یعنی هیچ توجیهی ندارم که ثابت کنم چی کار کرده، ولی چرا اون موقع که داشتش نوشابه رو میریخ دوربین اومد جلو؟ جدی میگم اینا خودش سواله، چون این پستاش فیسبوکیه، یعنی تو فیسبوک میذاره، یعنی من تا حالا ندیدم بیره توی مجلس عمومی این کارو انجام بده. آره خفن، خیلی خفن. یخا رو میریزیم توش، بعد آبو میریزیم تو آب داغ تو یخ. این دخترها دامن کوتاه بپوشید خیلی قشنگ میشه استایلتون، حتی به من مربوط نیست. میگه در مورد یه شی فکر کن، میارمشون تو، فکر کنم اینو کن. دختره شوکه شده. این بازم اکسی آورد. وای. دیزپیر یعنی چیزش میکنم. وای. این بازم دو عجب و 10 یورو. پشمام. البته بیشتر از اینکه به 10 یورو نگاه کنم زوم بودم رو نافه.
یه لحظه استوب کنم. به خدا نمیشه دیگه، نمیشه. مگه میشه؟ بعد دقت کردید کلاه شبیه مقوا بود. من دیگه زری ندارم، واقعا کارش درسته. اصلا یه چیز فرادر نمیدونستم. حالا میرسیم به معروفترین، یکم معروفترین شعبده بازای دنیا که تو یوتیوب معروفه به شعبده های غیر ممکن. این یاروس روانیه بچه ها. میخوام یکم بهترین شعبده بازیشو بهتون نشون بدم. میره توی جمع زیاد، سرشو میاره پایین، سرشو میاره بالا، کل تلفونا زنگ میخوره. دیگه این فیک نیست، واقعا نمیتونه این فیک باشه. گایز دم تک تکتون گرم، عاشق یکایکتون هستم. ما هر شب ویدیو داریم، هر شب، هر روز. روزی که ویدیو نیاد پوتک مرده و دار فانی رو ودا گفته. خلاصه اینکه لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، ساباتون نریزه، و اینکه سابسکرایب کنید طبق روال عادی، فیلم، کتاب، کامنت. و اگه یوتیوبر خوبی شب قبل خواب پیدا کنم یوتیوبرم معرفی میکنم. و اما کتاب امروز، اسم این کتاب تالار وحشته، کمد شماره مورد علاقه پوتک 13. اولین روز مدرسه یه کمد شیطانی نصیب یه بدبخت میشه. برید بخونید، واقعا اینجور کتابا خیلی جذابن. اسم فیلم امروز یخشکن یا اسنو پیرسر. این فیلم 2 ساعت و 6 دقیقه است، 7.1 از IMDb. مادر فیلمه، حتما ببینید. This is your destiny. درود پوتک عشقی، مثل همیشه عالی. ایده چگونه آلبوم رو زودتر بدیم. The book that Putak introduced is my favorite book. I love this book. چگونه آلبوم رو زودتر بدیم که تموم شد دیگه، چیزی نبود. 20 میاد 100%. حالا امکان داره مثلا 3 روز تاخیر بخوره. نه شوخی کردم، جدی نگیرید. کامنت آخرم در مورد این بودش که کتابی که دیروز معرفی کردم کتاب مورد علاقه ایشون بوده. بچه کتابایی که معرفی میکنم سعی میکنم هیجانی باشه که سنین پایینترم برن سمتش بخونن، یعنی کلمات خیلی عجیب غریبی تو کتابه نباشه که تو 2 ساعت فکر کنی این کلمه یعنی چی. بیشتر سعی میکنم کتابای متفاوت معرفی کنم. اگه کتابی مخصوص بزرگسالانم باشه اعلام میکنم، ولی همه این کتابا رو همه میتونن بخونن، همه سنین. بچه کتاب خوندن باید تو جامعه ما رواج پیدا کنه. حالا وقتی تلویزیون میگه ما انجام نمیدیم چون صدا سیما فقط زر میزنه، ولی اینا واقعیت زندگی. ما باید کتاب بخونیم، باید زبان انگلیسی یاد بگیریم، آداب و معاشرت یاد بگیریم و اجتماعی باشیم. به امید روزی که هممون در کنار هم با مهربون ترین شخصیتامون مبادله کنیم. باید میگفتم صحبت کنیم، ولی چون وزن جمله به میرفت اینجوری شد. اگه کسی رو دوست داری بهش بگو، چون یکی دیگه بهش میگه. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گودبای.